درس 5 سال 4 این درس 3 تا موضوع اصلی و سرتیتر اصلی داره. 1. علل ارضی و تودی، 2. اختیار و 3. قضا و قدر، که از همه مهمتر بحث قضا و قدر هستش. علت‌های مؤثر در پیدایش هر پدیده. 1. علل ارضی، چند عامل به صورت مجموعه و با همکاری یکدیگر، نقش هر عامل به طور مستقیم و متفاوت از سایر عوامل، عدم انتصاب معلول به یک عامل. در رشد یک گیاه چند عامل تأثیر میذاره؟ نور خورشید، مواد معدنی، اکسیژن، آب، اینها به طور مستقیم تأثیر میذارن در رشد گیاه. به اینا میگن علل ارضی، یعنی هر علتی با علت دیگر همکاری میکنه اما هیچ ربطی به هم دیگه در ارتباطشون با رشد گیاه ندارند. 2. علل طولی، تأثیر هر عامل در عامل بعد و ادامه تأثیرات تا شکل‌گیری پدیده، رابطه زیرمجموعه‌ای بین عوامل، هر عامل در سطح بالاتری از عامل دیگر، انتصاب معلول به هر یک از عوامل. عمل نوشتن، قلم، دست، عصب، سیستم عصبی، روح، روان، انگیزه، همه اینها به صورت سلسله مراتبه. عمل نوشتن ما میتونیم به هر کدوم از اینها منتسب کنیم و به همدیگه ربط داره. عامل بالایی اگر نباشه عامل پایینی معنا نداره. نسبت به همدیگه علل طولی هستن، یعنی انتصاب اون عمل نوشتن به هر یک از این عوامل میتونه باشه. رابطه اراده انسان با اختیار و اراده الهی. اراده انسان در طول اراده خداوند است. اراده الهی با وجود اختیار در انسان منافات ندارد و تا انسان اراده نکند کاری انجام نمی‌شود. اما اراده و عمل انسان نیز وابسته به اراده خداست. تقدیرات و قانونمندی ها لازمه کار اختیار انسان است، جهت دهنده و محدود کننده آن خواهد بود. شرایط رام و مسخر بودن موجودات برای انسان. 1. شناخت قانونمندی های جهان خلقت. 2. ساخت ابزار مخصوص بهره‌گیری از هر موجود. تقدیر یعنی ویژگی. زمانی ما میتونیم بریم از دریا استفاده کنیم که زمانی ما میتونیم دریا رو مسخر خودمون بکنیم که ویژگیاشو بشناسیم، یعنی تقدیراتشو بشناسیم، یعنی قانونمندی ها رو بشناسیم. نشانه های وجود اختیار در انسان: تفکر و تصمیم، احساس رضایت و پشیمانی، مسئولیت پذیری. حالا فواید اعتقاد به اختیار: احساس هویت میکنه انسان، بهره‌مندی از خود باوری بالا، احساس مسئولیت در قبال کارها و تصمیمات، پذیرش اشتباهات و سعی در جبران آنها. پندارها و عقاید ویرانگر در مورد اختیار: عقیده جبرگری مانند ویروس فلج و پیامداش به چه صورت، از بین رفتن تحرک، نشاط و سازندگی در جامعه، آماده شدن فرصت برای زورگویان و تجاوزگران، عدم اعتراض محرومان و مظلومان. چرا اعتراض نمی کنن؟ چون میگن خواست الهیه، جبر الهیه، یعنی به صورت خاص خدا خواسته که ما در این شرایط قرار بگیریم. پس اگر با این حاکمان مخالفت کنیم یعنی با خواست خدا مخالفت کردیم. اختیار به منزله آزادی مطلق، محور قرار دادن خواستهای خود بدون توجه به عواقب آن، نادیده گرفتن قانونمندی های حاکم بر جهان خلقت. حالا زمینه ساز شکوفایی اختیار چیه؟ اعتقاد به خداوند حکیم و نظام مبتنی بر حکمت، قانونمندی جهان خلقت و نظام قضا و قدر
و میخواییم در مورد قضا و قدر حرف بزنیم. نتایج شناخت و استفاده از قوانین جهان چیه؟ برطرف کردن نیازها، به فعلیت رساندن استعدادها، پیمودن پله های کمال. حالا این قانونمندی های جهان خلقت چیه؟ نظام قدر. معنای لغویش تقدیر، اندازه گرفتن. قدر و قدر یعنی اندازه. معنای اصطلاحیش هم تعیین نقشه وجود مخلوقات، حدود، اندازه، ویژگی. هر وقت کلمه ویژگی دیدیم، اندازه دیدیم، موقعیت زمانی و مکانی دیدیم، اشاره داره به کلمه تقدیر. و بحث قضا هم همینطور که حکم، فرمان، اراده الهی، این هم بر اساس قضاست. حالا یه نکته مهم، هر قضایی به قدری متکیست. قضا رو به معنای اجرا و پیاده کردن بگیریم، قدر رو به معنای نقشه بگیریم. خب نقشه الان مهمتر از اجراست، اصلا نقشه مقدم بر اجرای یک مسئله. نظام قضا، معنای لغوی به انجام رساندن، حکم کردن، پایان دادن، حتمیت بخشیدن. معنای اصطلاحیش هم ایجاد مخلوقات با حکم، فرمان و اراده الهی. اختیار انسان یکی از تقدیرات الهی در خلقت انسانه، ویژگی ذاتی انسانه. هر کار از روی ویژگی اختیار انسان سر بزند داخل در تقدیر الهی است. فرار از اختیار توسط انسان خود بیانگر وجود اختیار است، چون با اراده او انجام شده است. این نکته. اختیار حقیقتی وجدانی و مشهود، بدیهی و فطری و درونی است. دلایل و شواهد اختیار. تو دلایل و شواهد اختیار بچه‌ها کلیدواژه‌ها رو باید بلد باشیم. باید بدونیم که هر سرتیتر چه مجموعه و زیر مجموعه هایی داره. احساس مسئولیت، احساس ندامت، به معنای خواست، تفکر و تصمیم، این که فردا این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. اینا سبک و سنگین کردن. کلیدواژه ها دقت کنید. یک، تفکر و تصمیم، سبک و سنگین کردن، دچار تردید شدن، این که فردا این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. احساس رضایت و پشیمانی، ندامت و رضایت، گر نبودی اختیار این شرم چیست. مسئولیت پذیری، تنبیه، کیفر، عهد، پیمان، هیچ گویی سنگ را فردا بیا. این سه تا بیت رو دقت کنید بچه ها، هر کدوم مهمه که به کدوم سرتیت میخوره. سرتیت اول برای شواهد اختیار، یک، تفکر و تصمیم، این که فردا این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. دو، احساس رضایت یا ندامت یا پشیمانی، گر نبودی اختیار این شرم چیست، این دریغ و خجلت و آزرم چیست. و آخرش که مسئولیت پذیری هستش، این که هیچ گویی سنگ را فردا بیا، ور نیایی من دهم بد را سزا. به صورت خاص این ابیات رو باید بدونیم که به کدوم سرتیت اشاره داره، که همشون از شواهد و دلایل اختیار هستش. زمینه‌ساز شکوفایی اختیار، اعتقاد به خداوند حکیم، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. این آیه هستش، قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. قانونمند بودن جهان، قضا و قدر. حالا خود قضا به معنای انجام رساندن، حکم کردن، حتمیت بخشیدن، ایجاد کردن،
اجرا و پیاده کردن، قضا امرن کن فیکون به امره. اینا کلیدواژه های آیاتش هست. آفریدن، ریختن دیوار تو سخن امیرالمومنین، تو داستان امیرالمومنین. خلق کردن، اراده الهی، پایان دادن. قدر یا تقدیر، اندازه، اندازه گرفتن، کیفیت و روابط میان موجودات، طول، عرض، حجم، مکان و زمان. عبارت های لشمس و للیل و فی فلکن، تعداد الکترون هر عنصر چه تعداد باشد، قدر الهیه. آب در چند درجه بجوشد، همین مطلب رو میرسونه. اراده و اختیار انسان، قدر الهیه، یعنی ویژگی انسانه. مایه بودن آب، نقشه و ریزکاری ها، موقعیت مکانی و زمانی و حدود و ویژگی. رابطه اراده انسان با اراده خداوند یک رابطه طولی است. پس علل ارضی همون همکاری، مشارکت، ارتباط مستقیم و بیواسطه. کنار هم بودنم اشاره به علل ارضی داره. اینا کلیدواژه هایی است که تو تست‌ها راحت‌تر میتونید تست رو بزنید. باغبان، خاک، آب، نور و حرارت، اینها علل ارضی. علل طولی، تأثیر چند عامل، یک عامل در عامل دیگر، مرتبه های مختلف داره، با واسطه است و غیر مستقیمه. به عنوان مثال، قلم در سیستم عصبی، اراده، نفس و روح و اراده الهی. تسخیر دریا معلول شناخت تقدیرات و ویژگی های الهی است. تقدیرات و قانونمندی ها لازمه کار اختیاری هستش و جهت دهنده به اونها و نیز محدود کننده.